25 کلیه سلاح‌ها و تجهیزات رونمایی شده عملیاتی می‌شود. تفنگ شاهر، خودروی تاکتیکی نینوا، تانک بهینه‌سازی شده اسکورپیان، لانچر ضد بالگرد، سیستم ارتباط با بیسیم فدک و تیربار اخگر. یگانهای شرکت کننده در این رزمایش، یگانهای از نیروی هوایی، هوا نیروز و کلیه رسته های نیروی زمینی، رسته های زرهی، مکانیزه، پیاده، توپخانه، مهندس، مخابرات، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی هست. تعامل و شرکت همه رسته ها، کاربرد سلاح های بومی شده، طراحی رزم ناهمتراز و طرح‌ریزی تمرکزی رزمایش و اجرای آن به صورت غیر تمرکزی از ویژگی های این رزمایش ملی است. یکی از ویژگی های بارز این رزمایش اجرای دو طرفه رزمایش هست. یعنی زبده ترین نیروهای ما در نقش نیروهای دشمن فرضی عمل میکنن. در حاشیه رزمایش ما سه دستاورد بزرگ داریم. سه شبیه ساز هست در خصوص تیر مستقیم توپخانه، موشک زمین به زمین و همچنین شبیه ساز جامعه توپخانه که سه تیم آتیشبار تیر، دیدبان و هدایت آتش همزمان میتونن تمرین کنن. قبلا این شبیه ساز از خارج وارد میشد، اما الحمدلله دانشمندان نظامی ما در داخل تونستن اینها رو تهیه کنن. مرحله مقدماتی رزمایش بیت المقدس 25 در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان از 30 اردیبهشت آغاز شده و مرحله سوم و پایانی آن 3 خرداد انجام می شود.